سیامک از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشسته. سیامک دهخانپور هستم در این سه‌شنبه 3 آبان 25 اکتبر. رد اتهام از سوی مظنون توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن در دادگاه فدرال آمریکا. منصور ارباب سیر میگوید بیگناه است. هدف آنها از این اتهامات ساختگی باز کردن کانال گفتگوی مستقیم با ایران است. گفته های سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان. و آیا می شود به حرف یک تریاکی دائم الخمر که مخالف ماست اطمینان کرد و این همه سر و صدا را انداخت؟ واکنش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران ساعتی پیش برای شرکت در مراسم اقامه نماز میت ولیعهد فقیه عربستان در ریاض در مسجد عبدالله بن ترکی حاضر شد. صالحی همچنین مراتب تسلیت دولت جمهوری اسلامی را به ملک عبدالله پادشاه و نایف بن عبدالعزیز معاون دوم نخست وزیر و وزیر کشور عربستان ابلاغ کرد. وزیر خارجه ایران که طی چند ماه گذشته به دلیل تلاش برای تنش‌زدایی میان تهران و ریاض در پی بحران در بحرین و تشدید رقابت‌های منطقه‌ای دو کشور در عراق، لبنان و سوریه مورد انتقاد شدید اصولگرایان تندرو قرار داشت، پس از خاتمه مراسم ریاض را به مقصد تهران ترک کرد. سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان دیشب در گفتگوی با شبکه المنار گفت سناریوی اخیر آمریکا برای متشنج کردن روابط ایران و عربستان است. سعودی ها با توطئه آمریکا همراه نشوند. آمریکا و اروپا 5 مظنون پرونده توطئه ترور سفیر عربستان شامل منصور ارباب سیر دارای تابعیت دوگانگی ایرانی و آمریکایی و علی غلام شکوری، عبدالرضا شهلایی، حامد عبداللهی، افسران ارشد و معاونان نیروی قدس سپاه پاسداران و سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس را تحریم کردند. سفر چند ساعتی علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران به عربستان حاکی از چیست؟ در پاسخ به این پرسش و پرسش دیگر ما که آیا قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس دومین مرد قدرتمند رژیم پس از آیت الله خامنه ای، کاربران پاسخ دادن نمیدانم. کاربران صفحه فیسبوک افق مطمئن نیستن که آیا آقای قاسم سلیمانی دومین فرد قدرتمند رژیم پس از رهبر هست یا نه. و در پاسخ به پرسش دیگر برنامه که همون بحث علت سفر سریع آقای صالحی و چند ساعتش به عربستان چیز، اکثریت گزینه نگرانی از افزایش تنش رو انتخاب کردن. به صفحه فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. نگاهی فشرده داشته باشیم در 7 پرده به سپاه قدس و واکنش‌های بین‌المللی به فعالیت‌های اون. مجله تایم به نقل از اطلاعات ارتش آمریکا، حسن کاظمی قمی سفیر وقت ایران در عراق از اعضای سپاه قدس است. کنگره آمریکا سپاه پاسداران را سازمانی تروریستی شناخت. سخنگوی ارتش آمریکا محمود فرهادی از ایرانیان بازداشت شده در سلیمانیه عراق فرمانده ارشد سپاه قدس بوده است. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا نیروی قدس در ونزوئلا و آمریکای لاتین حضور دارد. چاوز تکذیب می کند. دستور باراک اوباما برای تحریم سپاه قدس به اتهام شرکت در سرکوب معترضان سوری. آمریکا سپاه قدس را به تلاش برای ترور سفیر عربستان متهم کرد.
متهم شدن هواپیمایی ماهان به همکاری با نیروی قدس و تحریم آن توسط آمریکا. حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران: متهم کردن سپاه قدس به عملیات تروریستی در آمریکا سناریویی است سیاسی. مهمانان امشب به افق آقای مراد ویسی، روزنامه‌نگار سیاسی رادیو فردا، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، مدرس پیشین دروس سازمان و تشکیلات نیروهای مسلح و ارتش و سیاست در گروه استراتژیک دانشکده خبر تهران، و آقای امیر فرشاد ابراهیمی، روزنامه‌نگار، از اعضای شورای مؤسس انصار حزب الله و عضو تحریریه یال اسارت حسین، از اعضای پیشین سپاه قدس، رایزن مطبوعاتی پیشین سفارت ایران در بیروت، و دکترای حقوق بشر از دانشگاه خاورمیانه آنکارا از برلین در آلمان. به هر دوی شما درود میگیم، به افق خوش آمدید. آقای ویسی، سپاه قدس و سپاه پاسداران در سیاست خارجی ایران و در روابط ایران و آمریکا چه نقش محوری دارند؟ چقدر این نقش مهم و برجسته هست؟ ببینید، آیت الله خامنه ای تصمیم گرفته که بعد از خودش مهمترین نهاد کشور سپاه باشه. به همین دلیل عرصه سیاست خارجی ایران و کشورهای حساس و کلیدی در عرصه سیاست خارجی رو به سپاه واگذار کرده. اما این کشورهای حساس کجان؟ شما ببینید، فلسطین، لبنان، سوریه و موضوع اسرائیل و از طرف دیگه عراق و افغانستان و خلیج فارس، مهمترین جاهایی که قدرت فرامنطقه‌ای ایران و قدرت فراکشوری ایران برآورد میشن در اختیار سپاه هست. امور این کشورها و وزارت خارجه عملا در اینها هیچکاره هست. موقعی که آیت الله خامنه ای تصمیم گرفته چنین قدرتی رو به سپاه در عرصه سیاست خارجی واگذار بکنه، به طور طبیعی در چنین عرصه ای ما هیچ بازیگر قدرتمند دیگه غیر از سپاه رو نمیبینیم، و هر اتفاقی که در این حوزه میفته، از جمله روابط با ایالات متحده به شکل غیر مستقیم، مثلا تعامل ایران با امریکا در عراق، تعامل ایران با امریکا در افغانستان و تعامل ایران با امریکا در خلیج فارس، یعنی حضور امریکا در مناطق پیرامون ایران، کاملا در حوزه اختیارات سپاه است. پس موقعی که نگاه میکنیم، حضور سپاه در سیاست خارجی ایران حضور بسیار بسیار پررنگی هست، همچنان که در حوزه اقتصاد و در حوزه‌های دولت و مجلس و جاهای دیگه هست. در مجموع میشه گفت که کلیدی ترین نقاط در سیاست خارجی و دیپلماسی ایران در اختیار سپاه است، و جدیداً هم تصمیم گرفته شده که سفارتخونه های کلیدی ایران در نقاط مختلف دنیا به سپاه واگذار بشه، در حالی که در گذشته سپاه در چارچوب سفارتخونه ها عمل میکرد، ولی الان به نظر میاد این عزم وجود داره که سپاه هم سفارتخونه های کلیدی رو در اختیار داشته باشه، و هم اجازه داده شده که سپاه خارج از این کشورهای کلیدی و حساس برای سیاست امنیتی و سیاست خارجی ایران در مناطقی دورتر از مرزهای ایران فعال بشه. آقای ویسی، خیلی کوتاه اگه بفرمایید، تحریم فرماندهان سپاه قدس و سپاه پاسداران چقدر مؤثر بوده؟ به هر حال اسامی قرار دادن مقامات ایرانی در فهرست تحریم ها و قرار دادن اسامی شرکت ها به نظر من نمیشه گفت خیلی موفق بوده، نه اینی که کم تأثیر بوده. موفق نبوده چون نتیجه ای رو که بازداشتن ایران از چالش با جامعه جهانی از جمله در مورد هسته‌ای و موشکی و جاهای دیگه بوده، یا مسئله صلح خاورمیانه، موفق نبوده. ولی نمیشه گفت کلا ناموفق بوده، چون در مورد حوزه های بانکی و اقتصادی موفق بوده. ولی به طور مشخص قرار دادن اسامی در فهرست تحریم ها یا قرار دادن اسامی شرکت ها به نظر میاد شکست خورده، چون اصلا اصولا این افراد نیازی به سفر به کشورهایی که مورد تحریم هستن ندارن، و اصولا اون شرکت هایی هم که تحت تحریم قرار میگیرن بیشتر شرکت های پوششی هستن. خب فردا به جای اونا 10 تا شرکت دیگه تاسیس میشه، ضمن اینکه این افراد هم هیچ کدومشون نیازی به اینی که به امریکا یا اتحادیه اروپا سفر بکنن ندارن، حسابی هم نیاز نداره که در اون کشورها به اسمشون باشه. آقای ابراهیمی، ایده یه تشکیل نیروی قدس یا این سپاه قدس از کجا آمد و چطور متحول شد در طول این سالها؟
زمانی بود که در بین سالهای 63-64 وقتی که آیت الله خمینی اومد آزادسازی قدس رو مطرح کرد، برای اولین بار یک تیپ از لشکر 27 محمد رسول الله تهران اینها برداشتن فرستادن به سوریه و بعد از اون هم به لبنان به فرماندهی احمد متوسلیان، و حضور به نوعی اولین حضور نظامی سپاه پاسداران در بعد از انقلاب در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی بود. این آقای متوسلیان الان کجا هستش آقای ابراهیم؟ آقای متوسلیان در یک وضعیت خیلی عجیبی قرار داره. جمهوری اسلامی اعتقاد داره که در اسارت زندان‌های اسرائیل، اما بخشی از لایه‌های جمهوری اسلامی هم اعتقاد دارن که مفقود الاثر شده و شهیده. اما به هر جهت این که بتونیم بنیانگذار نیروی قدس سپاه پاسداران رو احمد متوسلیان بنامیم، احمد متوسلیانی که بنا بر گفته خود جمهوری اسلامی هم گفته میشه که در بازداشت نیروهای اسرائیلی به سر می‌بره، به هر جهت ایشون مؤسس سپاه نیروی قدس بوده و بعد از اون با نام سپاه قدس این بخش برونمرزی فعالیت خودش رو انجام میده تا فرمان تشکیل نیروهای پنجگانه سپاه پاسداران که سپاه قدس، سپاه لبنان و سپاه قدس سابق به عنوان یکی از نیروهای پنجگانه به نام نیروی قدس سپاه پاسداران مدون شد و تشکیل سازماندهی خودش داد. اما تا قبل از فرماندهی آقای وحیدی آنچنان می شود گفتش که حضور مستحکم و استراتژیکی در منطقه نداشت و یا شاید نگاه دیگه اتفاقات آنچنان نبود که مأموریت های خاص به نیروی قدس واگذار بشه. خود شما آقای ابراهیمی، خود شما چه موقع جذب نیروی قدس شدی؟ بنده از همون سال 74 که وارد سپاه پاسداران شدم به طور رسمی، یعنی بعد از اون دو سال آموزش دانشکده افسری وارد نیروی قدس شدم در پادگان امام علی تهران که در شمال کاخ سعدآباد هست. چطوری این عضویت انجام شد؟ چقدر راحته، چقدر سخته در عضویت در نیروی قدس؟ گزینش نیروی قدس از دو راهه. اولین طریقش نیروهایی که در دانشکده های افسری و یا دانشکده های علوم و فنون دیگر نیروها، به عنوان مثال مثلا دانشکده علوم و فنون نیروی زمینی سپاه، نیروی دریایی سپاه، افرادی که جذب میشن گزینش نیروی قدس از بین اونها اقدام به گزینش افرادی میکنه برای نیروی خودش. دسته دوم کسانی هستن که مورد اعتماد هستن و یا سردار و یا افراد مورد امین نیروی قدس به اونها اعلام نیاز میدن، یعنی اونها با برگه اعلام نیاز به اداره گزینش نیروی قدس سپاه میرن که در اون زمانی که بنده بودم در چاله آب سردار تهران بود، میرن و اونجا به صورت مستقیم وارد مراحل گزینشی نیروی قدس میشن. معرف شما آقای الله کرم بوده؟ بله، بنده بعد از اینکه دیپلمم رو گرفته بودم و وارد می‌خواستم وارد سپاه پاسداران بشم به آقای الله کرم گفتم و ایشون هم همین روال رو واسه بنده انجام داد. برگه‌ای نوشتم به عنوان اعلام نیاز و بنده به اداره گزینش نیروی قدس رفتم. آقای ویسی، بشنویم نظر شما رو در مورد اون نقشی که نیروی قدس در طول زمان پیدا کرد و آیا این چقدر درسته که حدود بین 10 تا 15 هزار عضو داره؟ این درسته این آمار؟ ببینید، نکته‌ای که وجود داره و قبلش من لازم میدونم بگم اینی که تمامی کشورهای دنیا که دنبال این هستن که قدرت ملیشون رو فراتر از مرزها گسترش بدن، چون این نهادی یا مشابه چون این نهادی در عرصه برون مرزی دارن، مثل ISI پاکستان، مثل سرویس های امنیتی عربستان، حتی ایالات متحده و کشورهای دیگه در خارج از مرزهاشون دوست دارن قدرت ملیشون رو افزایش بدن و نیروی قدس ایران هم داره چنین کاری رو انجام میده. منتها نکته ای که وجود داره این هست که چنین نیرویی در خدمت چه سیستمی کار میکنه. من مطمئنم که بسیاری از افرادی که در نیروی قدس و سپاه هستن افراد شایسته ای هستن و در کشور ایران نمیشه گفت همه افرادی که در سپاه هستن دارن مردم رو سرکوب میکنن. قطعا در این نیروی چند صد هزار نفری خیلی هاشون مثل مردم عادی هستن، منتها در نظامی داره عمل میکنه. این یکیشون از همین آقای ابراهیمی خود ماست دیگه. من راجع به افراد صحبت نمی کنم، میخوام بگم که
کلن چه افرادی که در داخلن چه افرادی که جدا شدن، اینها نمیشود گفت که کل این چند صد هزار نفر آدمایی که در سرکوب مردم شرکت میکنن. ضمن اینه که هر کشوری هم از جمله ایران به چنین نهادی در سیاست خارجیش نیاز داره و همه کشورهای بزرگ هم از این نهادها دارن. همین کاری که الان نیروی قدس در سیاست خارجی ایران میکنه، زمان شاه سرهنگ عیسای پژمان و ساواک برای شاه در مورد بارزانی ها انجام میدادن. اصل و نفس وجود یک نهادی که بتونه قدرت فراملی کشور رو تقویت بکنه در هیچ کشوری مورد تردید نیست. منتها نکته این هست که در خدمت چه نظامی عمل میکنه و چطور عمل میکنه و در مورد فکر میکنم از سال 88 به بعد در سپاه وجود داره، اینی که سپاه و بخش خارجی سپاه نیروهای حزب الله رو در سرکوب مردم به کار گرفتن و این چیزی نیست که قابل رد باشه و به نظرم این نقطه منفی هست. در مورد تعداد افراد نیروی قدس من اطلاعی ندارم و نمیتونم اظهار نظر بکنم، ولی فقط این رو میتونم بگم که این نهاد در هر کشوری مشابهش وجود داره و مورد نیاز هست. فقط میمونه که چطور در خدمت مردم باشه و آیا حکومت این رو در تقویت مردم به کار میگیره و آیا حکومت منتخبی هست که این نهاد رو نمایندگی میکنه یا نه یک حکومتی هست که غیر منتخبه داره مردم رو سرکوب میکنه و این نهاد رو که در گذشته در عرصه خارجی برای تقویت قدرت ملی به کار گرفته، حالا خودش رو و نیروهای خارجی مرتبط با اون رو در سرکوب مردم به کار میگیره. من فکر میکنم این جایی بود که نیروی قدس اگر خودش رو کنار کشیده بود تا قبل از سال 88 تحولات داخل ایران، ولی متاسفانه مثل کسانی که در مقابل مردم قرار گرفتن، افراد این نیرو و نیروهای خارجی مرتبط با این نیرو از جمله حزب الله لبنان در سرکوب مردم شرکت داده شدند. آقای ابراهیمی، این 5 نفر مظنونی که متهم هستند به دست داشتن در توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن، این چند نفر رو در واقع میتونید توضیح بدید چه افرادی هستن؟ مثلا آقای عبدالرضا شهلایی چه پیشینه‌ای داره؟ آقای عبدالرضا شهلایی که خب تا سال 80 ایشون فرمانده نیروهای جنوب بودن، یعنی حوزه کشورهای خلیج فارس مسئولیتش با آقای شهلایی بود و بعد از اون هم بعد از حوادث عراق ایشون به عنوان مسئول نیروی قدس در کشورهای حوزه عربی فعالیت میکنن و رده پای ایشون در بحرین، در حتی در پرونده جاسوسای سپاه پاسداران در کویت هم دیده میشه و بعد از اون هم به طور مشخص مأموریت خودش رو در عراقشون پی میگیره و خب گفته میشه که یکی از بستگان نزدیک آقای ارباب سیر هم بوده. آقای شکوری چطور؟ من علی غلام شکوری. آقای شکوری هم همینطور، منتها اینها از افسران میانی نیروی قدس بودن. کسی که در این پرونده نامش مطرح شده و از فرماندهان ارشد بوده آقای شهلایی هستش. آقای شکوری و عبداللهی، افراد دیگه ای که عبداللهی که امروز شنیدم دولت کانادا هم ظاهرن نیست که ایشون اینها رو تحریم کرده، اینها از افسران میانی بودن. با توجه به اطلاعات جستگریخته ای که من داشتم احساس میکنم که این داستان، علارغم که حالا خیلی ها ادعا دارن که این داستان داستان هالیوودیه، این داستان خیلی افسانه‌ایه، ولی اگه ما بیایم اینا رو در یک کاتگوری قرار بدیم میبینیم که شیوه خیلی آشناییه. آقای شهلایی رفته اعلام کرده که حالا ما یک فردی رو داریم در کشور آمریکا زندگی میکنه و میتونیم بهش یک مأموریتی بدیم و این انجام شده. حالا عنوان میشه که آقای عباسیه تریاکی بوده، دارای خلاف بوده. من میخوام ببینم میگه افراد دیگه، میگه آقای کاظم دارابی فرد سلعلایی بوده، ایشون هم دارای فساد اخلاقی بودن در آلمان، در یک مقطعی اومدن از میکونوس درش استفاده کردن. این که عنوان میشه حالا این فرد سابقه دار بوده، من احساس میکنم همواره نیروی قدس از کسانی استفاده میکنه که سابقه دار بودن و هیچ کدومشون هم بخوایم نگاه بکنیم در مسائل در مأموریت های خارج از کشور همچین فرد سلعلایی نیستن به قول معروف. این شیوه خیلی آشناییه که جمهوری اسلامی انجام بده. با توجه به این که حالا خیلی تعجب میکنن که چرا این بار نیروی قدس اومده به جای اینکه در پرونده های گذشته در
تواریخ گذشته میبینیم که از نیروهای حزب الله یا حماس استفاده میکنه، چرا این بار به سمت گنگهای باندهای مکزیکی رفته؟ من احساس میکنم که با توجه به اختلافات روزافزونی که از نظر ایدئولوژیک و سازمانی جمهوری اسلامی داره با حماس پیدا میکنه و با توجه مسائلی که امروز حزب الله و جمهوری اسلامی هم دارن، این که به سمت نیروهای جدیدی رفتن، مزدورهای جدیدی بخوان پیدا بکنن، خیلی آشناست و این را باید در نظر داشته باشیم که این بار دیگه بحث میکونوس یا بحث اتفاقات دیگه ای نبوده که بتونه نیروهای حزب الله و نیروهای عرب بتونن در اروپا خوب کار کنن. بحث آمریکا بوده و عقل سلیم حکم میکنه که از این نیروهای مکزیکی استفاده بکنن اگر بخوان یک همچین عملیاتی داشته باشن. اگر اجازه بدید بخشی از گفته های صحبت های آقای قاسم سلیمانی رو داریم که در دورانی که ایشون در جبهه هست و تاکید میکنه برای اینکه امیدواره که ملت ایران سرفکنده نشه، بشنویم بخشی از صحبت‌های قاسم سلیمانی فرمانده فعلی نیروی قدس سپاه پاسداران رو در دورانی که ایشون در جبهه بوده. مردم، خدا می‌داند آخرین گفتار و دعای همه بسیجی‌های مظلوم و همه پابرهنه‌ها و همه مستضعفین جبهه‌ها و همه گردن کجها در پیشگاه خدا این بود: خدایا نیار اون روزی که ما ببینیم ملتمون طرف کنده است. بخش دیگری از صحبت‌های آقای سلیمانی رو دوست دارم گوش بکنیم. آقای ویسی، قبل از اینکه من پرسشی با شما در میون بذارم، ایشون اشاره می‌کنه در این صحبت‌هاش به مسئله شکل دادن لشکر سارالله و سپاه هفتم و نقش کرمانی‌ها. مردم کرمان در شگیری و بارور شدن و رشد تیپ سارالله و لشکر سارالله شدن، بعد سپاه هفتم شدن اون با اون کلان الحمدلله به عنوان یک سازمان دفاعی نظام جمهوری اسلامی باقی مونده، نقش اصلی و محوری و اساسی داشت. آقای ویسی، آقای سلیمانی چگونه شخصیتی است؟ این پرسشی که ما مطرح کردیم، بعضی ها نوشته بودن مدت هاست که ایشون مرد شماره دو رژیم بعد از آیت الله خامنه ای. ببینید، این اصلا این فرض که مرد شماره دوی در جمهوری اسلامی وجود داره مفروض اشتباهی است. کسانی که ساختار قدرت رو در ایران به درستی بشناسن میدونن که آیت الله خامنه ای در هر حوزه ای یک نفر رو تعریف کرده که اون فرد هم نفر دوم نیست، فقط کسی است که از طرف آیت الله خامنه ای اون حوزه رو اداره میکنه و کارهاشو انجام میده. کما اینکه در سپاه فرض بکنید ایش آقای سلیمانی فرمانده نیروی قدس هست، آقای خامنه‌ای کار اقتصادیشو با یک نفر دیگه انجام میده، با آقای مخبر در ستاد فرمان اجرایی، کارهای حوزه‌اش رو با آقای مروی انجام میده، کارهای استراتژیک سیاسیشو با اسقر حجازی انجام میده، کارهای اجرایی بیتشو با آقای وحید انجام میده، کارهای انتخابات رو با آقای جنتی انجام میده. این شیوه آقای خامنه‌ای هست و اصولا نفر دوم قدرتمندی در ایران بعد از آیت الله خامنه‌ای وجود نداره و اگر هم اون فرد باشه، مشتبه خامنه ای هست که بعد از رهبری بیشترین قدرت رو داره. اما در مورد آقای سلیمانی، طبق اطلاعاتی که در همه جا منتشر شده، ایشون از طرف حتی رقباش هم به عنوان یک و دشمنانش در خارج از کشور به عنوان یک آدم باهوش، با استراتژی و صاحب اندیشه مطرح شده. در بین نیروهای سپاه هم تا اونجایی که من میدونم و سوابقش رو میدونم آدم محبوبی هست. در چارچوب سپاه و در بین نیروهای سپاه نیروی خوشفکری تلقی میشه، بسیار باهوش هست و بسیار استراتژیک و مورد اعتماد آیت الله خامنه‌ای بیش از هر چیزی. این چیزی است که در درون ایران و محافل ایران درباره‌اش شنیده میشه و گفته میشه و من خلاف این رو و ابطال این رو ندیدم. ایشون فردی هست که به شدت هم مورد اعتماد آیت الله خامنه‌ای هست. ضمن اینی که در اخباری که منتشر میشه گوشه و کنار در دنیا، در امور عراق، افغانستان و امریکایی ها در منطقه هم به عنوان یک نیروی جدی و فردی که میتونه طرف مذاکره و طرف تعامل باشه روش حساب میشه. آقای ویسی، تحلیل شما رو بشنویم در مورد این ایده که آیا تسویه حساب داخلی در ایران در جریان هست که منجر به افشای این خبر توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن شده. آیا مشکل از داخل ایرانه؟ واشک این سفر آقای صالحی به عربستان به نظر میاد سفر غیر قابل پیش بینی بود. بسیار فکر نمی‌کردن ایشون در این مقطع دست به چنین حرکتی بزنه.
من معتقد نیستم که در عرصه خارجی قدرتی غیر از رهبری و سپاه وجود داشته باشه که بخواد جنگ قدرتی بین اونها وجود داشته باشه. در عرصه خارجی ما دو تا نهاد داریم، وزارت اطلاعات و سپاه، که کاملا در اختیار رهبری هستند. اگر مفروض کسانی که این اتهام علیه جمهوری اسلامی مطرح کردن این بوده که جمهوری اسلامی در این کار دست داشته، قطعاً بدون اجازه آیت الله خامنه‌ای چون این امری ممکن نیست. منتها اجازه بدید، سه تا فرض هست در این مورد. یک فرض که ایران متهمه و دخالت کرده، یک فرض اینه که این اطلاعات نادرسته که منتشر شده، و فرض سومی که من بهش اشاره میکنم. فرض اول اینه که ایران و جمهوری اسلامی توش دخالت داشته باشه. با فرض اینه که اگر ایران دخالت کرده باشه بدون اجازه آیت الله خامنه‌ای ممکن نیست، باید دید انگیزه آیت الله خامنه‌ای از این کار چی هست. من با توجه به که سیاست آیت الله خامنه‌ای رو میشناسم در مورد امریکا، ایشون سیاستش این هست که نه امریکا رو تحریک بکنه نه وا بده در مقابل امریکا. آقای خامنه‌ای معتقده اگر امریکا رو تحریک بکنی جمهوری اسلامی رو میزنه، اگر در مقابل امریکا هم وا بدی ایران رو میزنه. به نظر من آیت الله خامنه‌ای انگیزه ای نمیتونسته داشته باشه در مورد این کار، ولی این چیزی هست که فرض و مفروض است. اون طرف در درون امریکا بعضی‌ها گفتن چیزی که مقامات امریکایی مطرح کردن ممکنه نادرست باشه. من این فرض رو هم نادرست میدونم و فکر میکنم در سال انتخابات امریکا دولت آقای اوباما و تمام شخصیت‌های درجه که امریکا که اومدن روی این مسئله اعلام کردن، نمیتونه این دروغ باشه و حتما وجود داره چون این افرادی، و دولت امریکا درست میگه که چون این افرادی مطرح هستن، نه بر اساس خبر، بر اساس تحلیل رفتاری دولت اوباما و مقامات امریکا، چون در سال انتخابات و در رسانه‌های آزاد امریکا و در دادگاه‌های امریکا که همه چی شفاف هست، هیچ دولت مردی نمیتونه بیاد یک سناریوی بازی مانند رو به دروغ بیاد اعلام بکنه، اونم در سال انتخابات. پس اگر آیت الله خامنه ای ممکنه انگیزه ای نداشته باشه و امریکایی هم درست میگن، چه فرض دیگه میتونه مطرح باشه؟ فرض سومی که بعضیا مطرح کردن این هست که ممکنه یک عامل سومی سوار شده باشه بر این دوتا نیروی اطلاعاتی ایران و کاری رو انجام داده باشه که هم دولت اوباما رو در موضع قرار بده، در موضع دشوار، و هم آیت الله خامنه ای رو. این سه تا فرضی هست که مطرح است و طبیعتا ما چون اطلاعات نداریم هیچ کدوم از این سه فرض رو نمیتونیم بگیم درست یا نادرست، ولی سه تا فرضی بوده که من میتونم جنبندی بکنم وجود داره. آقای ابراهیمی بشنویم نظر شما رو. و این پرسش که آقای ارباب سیار وقتی که صحبت از این شد که اتهامات رو پذیرفته، گفتن ایشون تریاکی دائم الخمر و تحقیر کردن در شخصیتشون رو، بعد که ایشون در دادگاه دیروز رد کرد این اتهاماتو، تیتر اول ایرنا شده بود که ارباب سیار گفت من بیگناه هم و یک آبروریزی به گفته اونها برای آمریکا درست کرد. شما چگونه میبینید مسئله رو؟ ببینید، اولا اون چیزی که متاسفانه برای ابتدای هم در رسانه‌های غربی و همچنان هم می‌بینیم در رسانه‌های داخل کشور داره روش میدون میده، آقای ارباب سیادت به هیچ وجه قرار نبوده فرماندهی عملیات رو به عهده بگیره و یا کسی باشه که نقش کلیدی رو در این عملیات داره. ارباب سیادت فقط و فقط یک پل ارتباطی بین نیروی قدس سپاه پاسداران و کسانی که قرار بوده عملیات رو به صورت میدانی انجام بدن در مکزیک، نیروهای مکزیکی. ایشون به نوعی میشود گفت دلال یا پل ارتباطی این قضیه بوده. حالا این دلال عرق خود بوده، مشروب تریاکی بوده، افراد فردی بوده که کلید ماشینش رو تون تون گم می‌کرده. به هیچ وجه اینا همش هیچ کدومش دلیلی نمیشه. آقای عباسی در روز اول دادگاه اتهامات خودش رو قبول میکنه و امروز هم اتهامات خودش رو کتمان کرده و گفته که من از اتهامات خودم دفاع میکنم و اینها رو قبول نمی‌کنم، که احساس می‌کنم برای خودش کار رو سخت‌تر و دشوارتر کرد. شما فکر می‌کنید این پروژه در واقع بدون موافقت آیت الله خامنه‌ای قابل اجرا بوده؟ اصلا محاله، یعنی نمیشود تصور کرد. وقتی که ما میبینیم آقای خامنه‌ای بر روی ریزترین عملیات‌های نیروی قدس در کشور عراق داره نظارت میکنه، در کشور افغانستان نگاه میکنه، چگونه میتونیم به خودمون اجازه بدیم که همچین عملیاتی با این ابعاد و با این بازتاب جهانی که میتونه داشته باشه در آمریکا بیاد انجام بشه و آقای خامنه‌ای بی اطلاع باشه و دخالت نکنه؟ آقای خامنه‌ای که حتی نظارت بر یک بستنی فروشی رو در برج میلاد تهران داره
انجام میده و نامه میده که آقا این بستنی طلایی رو نفروشید، آیا میشود تصور کرد که یک عملیاتی نیروی قدس سپاه قرار باشه در آمریکا انجام بده و ایشون مطلع نباشه ازش؟ من احساس میکنم نه تنها مطلع بوده، بلکه فیس تو فیس و گام تا گام این عملیات رو ایشون اگر نگیم مدیریت و هدایت میکرده مطلع بوده و آقای سلیمانی حتما به اطلاع ایشون میرسونده. سپاسگزارم از شما آقای امیر فرشاد ابراهیمی در برلین. آقای مراد ویسی از شما هم تشکر میکنم در پراگ. از هر دو شما سپاسگزارم برای شرکت در این برنامه افق. مهمانهای فردای افق رو بگم معرفی بکنم، آقای علی اصغر رمضانپور و آقای رضا علیجانی هستن. موضوع برنامه فردا نقش کیهان تحت مدیریت حسین شریعت مداری. اما مهمان ویژه برنامه پارازیت خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هستن. سی هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا با پارازیت از بخش فارسی صدای آمریکا، چهارشنبه شب 4 آبان ماه.